سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. این روزها شاهد اتفاقات عجیب و غریبی در فلسطین اشغالی هستیم، اتفاقاتی که بخش اعظمی از آن به خاطر این است که همه فهمیدن شاه لخته. لباسی بر تن پادشاه دوخته بودن، میگفتن که اعلی حضرت اینو فقط اونایی میبینن که عقل دارن، یه لباس خفن دوختیم برات، فقط عقلا میبینن. شاه نگاه میکرد میدید چیز خاصی نمیبینه، نخ خاصی نیست، چیزی اینا در حال دوختن نیستن. ولی تاکید داشتن فقط عاقلا، اگه کسی گفت من نمیبینم بدون احمقه. لباس رو تنش کرد، راه افتاد، رفت توی یه جمعی، یه کودکی فریاد زد گفت شاه لخته، در صورتی که کسی جرئت نمیکرد بگه. شرف اینها رو فلسطینی ها بردن. قدرت نظامی و من خفنم و من بهترین ارتش دنیا رو دارم و من بهترین سرویس اطلاعاتی دنیا دارم و اینا، همه مواردی که خدمت شما عرض کردم حرفای مفتی بود که رژیم به مانند ماجرای شاه لخته داشت به دروغ میفروخت. یا میگفت هر کی عاقله میفهمه ها، اونایی که نمیفهمن احمقن. نه، احمق خودتی، خودتو گذاشتی سر کار. تو 20 دقیقه اومدن نصف سرزمین ادعاییت رو فتح کردن. 1800-900 تا تروریست متجاوزه به خاکشون رو از پای در آوردن برگشتن. این روزها رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه انتقامش رو از کودکان غزه بگیره. در نبرد با کودکان غزه هم انصافا موفق بوده. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم چیزی در حدود 800 کودک در غزه به شهادت رسیده در 10 روز. میخوایم بریم اتفاقات فلسطین اشغالی رو بررسی بکنیم. این چیزهایی که من برای شما پخش میکنم قابل پخششه. من غزه رو کلا نمیتونم پخش بکنم چون خیلی دلخراشه. مجبور هستیم بریم توی کانال با هم دیگه بررسی بکنیم و عملیات های مقاومت هم نمیتونم اینجا پخش بکنم، چون اونها هم از جمله چیزهایی است که محدودیت هایی براش اعمال میشه. مدل اینها رو میدونید دیگه، اول میان میگن که اگر با تو واردی کلکل شدن، اول میگن تو تروریستی. حالا هر کسی بخواد خبری درباره تو نقل بکنه و تو داخل خبر باشی، محتواش حذف میشه، چون برچسب تروریست رو در شبکه اجتماعی به تو زده و او فرصت داره تو رو روایت بکنه. ما الان در خصوص نیروهای مقاومت فلسطین در این موقعیتیم. یعنی اینها رو اومدن به عنوان بچه‌ست تروریست بهشون زدن تو شبکه اشو، بخواد توضیح بده چیکار کرده. نمیخوام ازش حمایت کنم، میخوام روایتش بکنم. نه، محتوا حذف میشه. اینها رو من مجبور هستم در کانال تلگرام برای شما پخش بکنم، ولی این چیزهایی که براتون پخش میکنم تبعات رخدادهایی است که داریم با هم بررسی میکنیم. یک نمونه از فیلمهایی که دارید میبینید، حضور مقامات پارلمان رژیم صهیونیستی در خیابان هست، از دیپلمات‌های آمریکا که رفتن و دیگران هم از این فیلم‌ها زیاده که دارن صحبت میکنن، به یک بار موشک مقاومت از بالای سرشون رد میشه. ببینیم، برگردیم، نکاتی دارم خدمت شما عرض خواهم کرد. خیلی خب، بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم. تمام روزهای صهیونیست‌ها این روزها این شکلی میگذره که همه باید با لباس به اصطلاح خودمون چی بهش میگن، این لباسه ضد گلوله، این چیا مقاماتشون این ور اون ور حرکت بکنن، تردد بکنن، مردمشون هم گوش به زنگ باشن، صدا آژیر اومد بریزن توی پناهگاه ها. این زندگی عجیب و غریبی که این روزها برای اینها توسط نیروهای مقاومت به وجود آمده. مقاومت هم در بیانیه‌ای که منتشر کرده تاکید کرده، گفته تا زمانی که قرار باشه موشک و بمب روی سر مردم غزه ریخته بشه، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که همه آسمون فلسطین اشغالی ناامن باشه، به شکلی که همه چاره‌ای نداشته باشن جز اینکه به پناهگاه برن. یه سر می‌خوایم بریم پارلمان رژیم صهیونیستی دیروز رو با هم بررسی کنیم، زمانی که آژیرهای خطر به صدا در میاد و مجبور میشن جلسه پارلمان رو ترک بکنن. ببینیم ویدیو رو. بله، فیلم دیگری بود از نماینده های پارلمان که مشاهده میکنید الان وضعیت صهیونیست‌ها و وضعیت شهرک نشین ها دقیقا این شکلیه. یه رژیمی که تلاش میکرد، راه افتاده بود، رفته بود تو منطقه، از هندی ها باشون صحبت کرده بود تا رسیده بود با دیگر کشورها از عربستان و امارات و اینه که بیاید بشین با من گفتگو بکنید، من یه کوریدوری میخوام بزنم. دیدی ایران یه کوریدور داره؟ تو عربستان مگه با ایران لج نیستی؟ یا من یه کوریدور برات تعریف میکنم
از مصر را بیفته بره به عربستان، ایران کجای داستانه، بعد میرسه به اسرائیل و بعد در نهایت اروپا. فلسطینی ها اومدن گفتن با کی هماهنگ کردیم حتی که اینجا سرزمین ما، با ایران مشکل داری، مشکل داشته باش، میخوای مرز ایران رو قطع بکنی، کوریدور ایران رو قطع بکنی، برو قطعش کن، چرا از سرزمین من داری مایه میذاری؟ این بحرانی که این روسا سر اینها رو گرفته و زلزله که اتفاق افتاده و امنیتی که ندارن به همه یاداوری کرد که ببین میخوای جاده بکشی از اینجا بری توی مثلا فلان بندر، بعد مسیر دریایی تعریف کنی بری عربستان، بعد تو فلسطین اشغالی به مشکل بر بخوری، نکنی خریتو، نکنی، هر روزش هم اینجوریه، داستان حل نمیشه. نابود کردن اینها رو، شرافت اینها رو نابود کردن، حیثیت اینها رو به باد دادن فلسطینی ها و حرکتی زدن که اصلا کل معادلات اینها در بلند مدت به هم ریخته. میخوایم بریم بقیهش رو با هم بررسی کنیم، نمیخوام خیلی روی ویدیوهای خاص بمونیم. فیلمی که خواهیم دید مربوط است به خانواده اسرای رژیم صهیونیستی. رژیم چند روز پیش اومد اعلام کرد، گفت 120 نفر از شهرک نشین ها اسیر شدن و ما به خانواده‌هاشون اعلام کردیم. مقاومت یادآوری کرد که عدد خیلی بالاتره ها، محدود نکن خودت به عددهای 120 اینا، چی خیلی بالاتره. دیروز اعلام کردن گفتن 199 نفر از کسانی که شهرک نشین هستن اسیرن و ما داریم تلاش میکنیم اینها رو پس بگیریم. حالا تلاش اینها چی بوده؟ غزه رو موشکباران کردن، نزدیک 20 تا از همین اسرا از دنیا رفتن. چرا؟ به خاطر اینکه بی‌رحمانه داره میزنه دیگه اسیر و غیر اسیر نداره که، به هر کجا میرسه داره شلیک میکنه، بخشش اسرای خودشن. خانواده های اینها به اصطلاح خودمون روبرو شدن با وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، حالا واکنش هایی دارن که این واکنش ها بسیار عجیب و غریبه. بریم بخشش رو ببینیم. من میخوام با حال و هوایی که الان در فلسطین اشغالی هست آشنا بشید، اینا رو دارم پخش میکنم، هرچند ممکن اگر اخبار دنبال کرده باشید بخشش رو اشراف داشته باشیم. ببینیم، برمیگردم نکاتی دارم خدمت شما. این افشاغوت بخیره، این افشاغوت بخیره، اخر که کل مخلوقات کل اخذت تخفیف کلام چخیم لیدیس بزن کلام بیان یوبر پول یاد کلام کلام دو مخنیم لشخر اخول الفلسطینیين ليش שאומר פה שהוא חושב שזה יקטין את ההרתעה שלנו או יעשה לנו משהו הכי חשוב. לא יודע, אני אומר עוד פעם, שחררו את כל הפלסטינאים תמורת החטופים שלנו. את כולם, תרוקנו את בתי הכלא, תרוקנו את זה. חלק בחשי אז וידאו הרבה, הם דילים, אם מודיריית נתניהו הזאת, נזיקה דיוויס סוחורדאי, בר אסס האמר הרסמי חודשן, و خیلی بیشتر از اینها بر اساس آمار غیر رسمی اینا اسیر دارن، بدون اینکه برای اینا فکری بکنه داره موشکباران میکنه. خانواده ها عصبانی شده که مرتی که داری چه غلطی میکنی، یه سری آدم اونجا هم برو ببین سرنوشت اونا چی شده، و این ترجیح میده که فعلا کودک بکشه. بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم. فیلم دیگری دارید مشاهده میکنید، نماینده اجازه بدید من اسمش دقیقش رو به شما بگم اشتباه نشه. بله، فیلمی که دارید مشاهده میکنید مربوط به گفتگوی خانواده، البته گفتگو نیست، فحاشی مجروحین خانواده مجروحین هست به وزرای نتانیاهو. فیلم رو کانال 14 رژیم صهیونیستی پخش کرده، نشون میده شهرک نشین ها در یکی از بیمارستان ها وقتی با وزیر روبرو شدن فریاد کشیدن سرش، گفتن شماها مسئول این وضعیتین، در برابر ملت، منظورش اشغالگرها هست، در برابر ملت سنگ اندازی کردید، هر چه خواستید پیشرفت کنه، هر چه خواستن پیشرفت کنن شما مانع شدین، شما مانع بیش نیستین. بعد اومده حسابی فحش کشیده به دولت نتانیاهو و حرفای از این دست. بریم بخشش رو ببینیم، برمیگردم نکاتی دارم ارسام کرد. بله، نفر اول شروع کرد صحبت کردن، من مجبورم صدا رو قطع بکنم، فیلم رو دارید مشاهده کنید. افراد دیگه وارد شدن و در نهایت عضو کابینه نتانیاهو مجبور شد مسیر رو و اون محوطه کس رو ترک بکنه، به جای دیگری بره. این روزها در فلسطین اشغالی حس و حال همه نسبت به نتانیاهو همینه و نسبت به این کابینه، اینا رو مقصر میدونن به شکل وحشتناک. و جالب اینجا هست، این داره با رسانه مدیریتش میکنه، داره سعی میکنه افکار عمومی رو مدیریت بکنه و فعلا رژیم رو در یک جنگ نشون بده، بلکه افکار عمومی متوجه جنگ با غزه باشه، خیلی به این فکر نکنه. صحنه های خروج مقامات این عضو کابینه رژیم صهیونیستی رو از بین کسانی که خانواده مجروحین هستن دارید مشاهده میکنید، همه واکنش ها این روزها به این جماعت همینه. اوضاع برای رژیم صهیونیستی با وجود کودک کشی که داره در غزه انجام میده به شکل وحشتناکی به هم ریخته است و سوژه هم داره میشه. اینها قرار بود یک شنبه حمله زمینی بکنن به غزه، گفتن آب و هوا خرابه، به خاطر آب و هوا حمله نمی کنیم. کاربرها رفتن فیلم و عکس آوردن، میگن هوا تو فلسطین اشغالی تا آخر هفته
مشکلی نداره، همه چی شوکه، تو چجوری داری حرفو مطرح میکنی؟ حالا من اصلا کاری ندارم میخواد حمله بکنه یا حمله نکنه، بس من اینه اینا به شدت در خصوص اینکه حمله زمینی داشته باشن به غزه یا نه دچار وحشتن، دچار دلهورن و امید دارن این قطع برق و این قطع آب و این چالش های این شکلی بتونه مثلا موهایی که در غزه هستن رو خسته بکنه، از نفس بندازه، بعد در نهایت بتونن یک حمله بیامانی داشته باشن. هرچند همه شواهد نشون میده در صورت اینکه حماقتی رخ بده و حمله ای از سوی رژیم صهیونیستی به شکل زمینی به غزه اتفاق بیفته، یک سرنوشت بسیار عبرت آموز برای صهیونیست‌ها اتفاق میفته. من این رو با قطعیت خدمت شما عرض میکنم و با قطعیت تاکید میکنم که نیروهای مقاومت به شدت تشنن به اینکه با اینها روبرو بشن. بخشی از فیلم‌های روزهای اول اصلا من نمیتونم اینجا پخش کنم، نشون میده اینا با چه روحیه‌ای. ببین شما وقتی داری میری دیوارها رو بشکنی بری توی فلسطین اشغالی، توی یک جامعه‌ای که همه مسلحن و پیشرفته ترین تسلیحات رو نیروهای نظامیش دارن، رو تانک مرکاوا هم نشستن منتظر تو هن. تو وقتی پذیرفتی این حصار رو بشکنی با موتورسیکلت بری اونور، یعنی پذیرفتی که در مسیری بروی که برگشتی وجود نداره. اصلا من کاری ندارم نگاه شما به این بچه های فلسطینی که این کارو کردن چی بوده، روحیه‌ای که اینها دارن، انرژی که اینها دارن، انگیزه‌ای که اینها دارن به شکلیه که هر کس ندونه انگار دارن برای مسافرت میرن، انگار نشستن ترک موتور برن عشق و حال. فقط اونجایی که مثلا روی موتور دارن شهادتین میخونن شما میفهمی که این داره به استقبال مرگ میره، این داره به مسیری میره که احتمالا برگشتی نیست، این داره در راهی قدم برمیداره که ممکن است سرجا بزننش دیگه برنگره. اینا روحی‌ها به شدت بالا، انگیزه ها برای تقابل با رژیم صهیونیستی فوق العاده بالا، و همچنین مؤلفه های دیگری از جمله حزب الله لبنان به بازی اضافه شدن که ماجرا رو برای رژیم به شدت سخت‌تر کرده. فضای فلسطین اشغالی رو دیدیم، عبور بکنیم یا سر بدیم با کارشناسان رژیم همراه بشیم ببینیم که کارشناسان رژیم این روزها چه نکاتی رو مطرح میکنن، بعد برمیگردیم نکات ویژه‌ای دارم خدمت شما عرض کنم. دو روز پیش اگر یادتون باشه همینجا کنار من نشسته بودید، حرف از این بود که شاید 14 15 ساعت بعدتر حملات زمینی اسرائیل شروع بشه. الان دو روز از اون موقع گذشته، هنوز حملات نه تنها صورت نگرفته، از یک طرف هم به نظر میاد یک فشار بین‌المللی گسترده آرام آرام داره متوجه اسرائیل میشه. چقدر فکر میکنید این ارتش اسرائیل رو، دولت این کشور رو در شرایط سختری داره قرار میده؟ من دو تا نکته خدمت شما عرض بکنم. داره این شکلی مالکشی میکنه که اگر حمله نکردن به خاطر اینکه افکار عمومی دنیا بهشون فشار آورده، اینا به خاطر افکار عمومی دنیا مجبور شدن حمله زمینی نکنن. یه وقت فکر نکنید اینا زورشون نمیرسه ها، نه، اینا رو حساب دنیا حمله نکردن. تو 800 تا کودک توی غزه کشتی، 800 تا کودک، فشار دنیا نتونسته رو جلو تو بگیره. حالا فشار دنیا، اگر حمله نکردی به خاطر فشار دنیا بوده، ما بپذیریم به خاطر فشار دنیا بود، نه، فشار دنیا اصلا برای رژیم صهیونیستی معنایی نداره. اینا خودشونو سوار بر غرب میدونن، اینا خودشونو صاحب غرب میدونن، اونجا هم کسی اصلا اراده ای نداره با اینا برخوردی بکنه، این هر کاری بخواد انجام میده. من خدمت شما عرض کردم بعضی از فامیلی های بعضی از خانواده ها رو که اینا زدن، فامیلیشون از ثبت احوال قضه حذف شده، یعنی دیگه اون فامیلی وجود نداره، هر آدمی که با اون فامیلی در اون شهر بوده کشته شده. اینا 23 سال پیش یک نفری رو زدن کشتن، عکسش رو دارید روی صحبت هم شده کن، خیلی سر و صدا کرد اون موقع، من فکر میکنم همه این عکس یادشونه. یه مردی رو دیدن دو سه روز پیش تو یه بیمارستانی وایستاده بالا سر دوتا پیکر، همین آقایی که تو عکس داریم میبینیم، یه بچه‌ش رو اون سالا کشتن، این دوتا بچه رو هم اخیراً به شهادت رسوندن. فیلم منتشر شده، یه نفر با ویلچر تو بیمارستان منتظر بالای یک پیکری و با پاهایی که نمیتواند میخواد اینو مثلا تشییعش بکنه. دار و ندار اینها رو زدن با خاک یکسان کردن. کسی در دنیا در رژیم اومدن گیر دادن به رژیم صهیونیستی تونست رژیم رو متوقف کنه؟ پس این مالکشیه که تو برمیگردی میگی اگر حمله زمینی نکردن، پس شما بفهمید که فشار بین المللی بوده. نه، فشار بین المللی چیه؟ یه سریاشون مثل سگ ترسیدن میگن آقا نریم درگیشیم بعدم فلان بشه بیسار بشه. الان من دیدم یکی دو تا از این گزارششون اومده به این شرکت رو که یه جمع قابل توجهی از سربازا اینو فرار کردن. همین سربازشون کیا بودن؟ همینا تو تیک تاک دلقک بازی و این مسخره بازی و اینا تو این پادگانا در می آوردن. نگاه می‌کردی با لباس نظامی رژیم صهیونیستی دختره داره تو تیک تاک بالا پایین میره، چند میلیون هم ویو گرفته، ملت نشستن کف میزنن برای رقاصی نظامی رژیم صهیونیستی. این ارتش رژیم صهیونیستی. و مثلا فهم می‌کرد داره خودش رو تو دلبرو می‌کنه. نه، با این دلقک بازی‌ها توی
تیک تاک و تو پادگان کسی سرباز نمیشه. یه سری از اینا کلا پیچیدن به بازی، برگاشون ریخته از اتفاقی که افتاده. این داره این مرتیکه میگه اگر حمله زمینی نکرد بدونید کار فشار بین المللی. نه، فشار بین المللی میتونست جلوشو بگیره، این کودک کشی رو جلوشو میگرفت. اینا مثل سگ ترسیدن. ادامهش رو ببینیم. امروز در اسرائیل همگان گفتند و میگویند که نابودی حماس دانوان یک جنبش امکان پذیر نیست. من فقط یه نکته خدمت شما عرض کنم، میدونی ترجمه این حرفی که این داره میزنه چیه؟ میگه جون مادرت انگولکشو نکن، ریختی به هم همه چی، ریختی به هم. و راست هم میگن. این افراطیگری، افراطی ها وقتی به قدرت برسن همه رو به فنا میدن. افراطی ها در فلسطین اشغالی به قدرت رسیدن، شروع کردن تهدید کردن ایران. آقا ضربه میزنیم زخم با هزار چاقوق. مرتی که کسی به زبون نمیاره که، وقتی به زبون آوردی یعنی اعلام جنگ کردی، یعنی ایران من میخوام از این به بعد هر چی شد منم. خب ایرانم ضربه میزنه دیگه. نفتالی بنت با خاری و خفت و ذلت مسئولیت رو تحویل داد، هر روز موضوع فلسطین بحرانی تر شد. چرا؟ چون داشتی رجز میخورد مستقیم. این رفت کنار، نتانیاهو اومد بعد از حالا یک بازه زمانی هم یای لاپید بود، اون مدلش یه خورده متفاوت‌تر بود. رفت کنار، نتانیاهو اومد، نتانیاهو شروع کرد من ترورتون میکنم، میکشم، فلان میکنم. خب اگه قراره من تو غزه بشینم، تو بیای با موشک بزنی منو بکشی، بعدم تو همه دنیا به من بخندید، شبکه‌های اجتماعی هم دست خودتونه، من حرف که نمیتونم بزنم، شما منو تروریست معرفی میکنید، بعدم من بخوام 100 تا موشک شلیک کنم اعلام بکنی 99 تاشو گنبد آهنین زده، خب چه کاریه؟ تو که داری اعلام میکنی منو میخوای بکشی، بذار من 2 تا موشک شلیک کنم بعد بیا منو بکش. درسته؟ این اتفاقیه که افتاد. افراطیگری همه رو به فنا میده. اینا فهمیدن، اینا همشون فهمیدن. بعد توی فلسطین دارن میزنن تو سرشون، میگن ادامه نده این داستان رو. توی فلسطین، ببخشید، توی مرز لبنان حماقت اینها داره به چیزی منجر میشه. من بخشش رو توی شبنامه خدمت شما عرض کردم که روزی که بحرانش محقق بشود، رژیم صهیونیستی هیچ راه فراری نخواهد داشت، هیچ راه فراری نخواهد داشت. می‌خواستم مفصل ویدیو با هم ببینیم، فکر می‌کنم که وقتمون میره. توی برنامه‌های بعدی سعی می‌کنم که وقتی شما رو بگیرم. نکته دیگه‌ای ندارم. اگر شما نکته‌ای داشتین حتما در قالب پیام برام بفرستین. صهیونیست‌ها این روزها سگی‌ترین روزهای خودشون رو می‌گذرونن. این داستان جماعتی است که این روزها بیشتر از همیشه برای ایران رجز می‌خوانند. بیش از یک ساله از بعد از ماجرای مهسا امینی، هر روز ایرانو می‌خوایم بزنیم، زیرساخت ایرانو می‌خوایم بزنیم، نیروگاه اتمیشو می‌خوایم بزنیم. تو غزه رو نمی‌تونی بزنی، مرتی که از پس حماس بر نمیای، چرا برای ایران رجزخوانی می‌کنی؟ حتما باید فلسطینی‌ها بلند شن، هزار نفر بشینن رو موتورسیکلت، نصف سرزمینتو دور بزنن، شرفتو بزنن و ببرن که بفهمی چی نیستی. من یاد شعر شاعر افتادم، شروع کرد طنز گفتن، طنز گفتن، طنز گفتن، بعد رسید به اینجا که پیراهنی به غیر غزل نیست در برم، گفتی که جامه کهنم را عوض کنم، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، پس من چگونه پیرهنم را عوض کنم. همینجور شروع کرد طنز گفتن، بعد رسید به اینجا که دیگر زمانه شاهد ابیات زیر نیست، وقتی که شیوه سخنم را عوض کنم. مرگا به من که با پر طاووس عالمی، یک موی گربه وطنم را عوض کنم. ایران تصمیم بگیره تغییر بده ادبیاتش رو، ادبیات تمام عالم تغییر خواهد کرد، نگاه همه عالم به مسائل تغییر خواهد کرد و آن چیزی خواهد شد مسائل که ما میخواهیم. داریم تلاش میکنیم دوستانه جلو بریم. دنیا دنیای گفتگوهاست. چرا رجز میخونی؟ رجز بخونی به خودت میای میبینی همه چیز زیر و رو شده. این اتفاقی است که ما این روزا شاهدش هستیم در فلسطین. آرزوی موفقیت دارم برای یارانمان، برای برادرانمان، برای با شرفایی که کاری کردن تاریخی، کاری کردن تاریخی. اینجا خیلی نمیشه درباره صحبت کرد، به یاری خدا مفصل در آینده پیش رو درباره این شاهکار حرف میزنیم. نکته دیگه ندارم. اگر بحثی بود حتما در قالب پیام برام بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامل تر بشه. گفته بودم منتظر اتفاقات عجیب و غریب باشید. تاکید میکنم این اتفاقات عجیب و غریب نیست، روزهای حیرت آور در پیش خواهد بود. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.